سلام حالتون چطوره؟ امروز میخوایم در مورد هفته 24 م لیگ برتر با همدیگه صحبت بکنیم و یه سری نکات آماری رو با همدیگه مرور بکنیم همونطور که میدونین استقلال روز پنج شن... دیروز در واقع دیروز تونست شمسازر قذبین و سه بردو شکست بده یک پیروزی سخت برای استقلال به خاطر اینکه ممکن بود هر لحظه بازی رو با تصاوی به پایان برسونه و این پیروزی رو از دست تو نیمه اول خوب بود، سواره بازی بود و موقعیت های خوبی رو هم ایجاد کرد اما خب فقط یه دونه تونست گل بزنه و شمسازران تک موقعیت هایی داشت که نتونه ازشون استفاده بکنه تو نیمه اول و بازی کلا به سود استقلال تونیم اول در جریان بود اما تو نیمه دوم رفته رفته شمسازر بود که داشت به بازی مسلس میشد اما این استقلال بود که از موقعیت هاش به خوبی استفاده میکرد استقلال تونست گل دوم, رو، گل دوم رو هم بزنه و بعد از اون هم گل سوم رو توسط محمد حسین مرادمن بزنه. بهترین بازیکن زمین هم کسی نبود جز مهرداد محمدی که هم یه دوتا گل زد و هم یه پنالتی گرفت که البته پنالتیش رو خودش زد و گل کرد. و محمد حسین مرادبانم که گل سوم به ثمر رسون و از بازیکن خوب استقلال تو این بازی بود اما از دقیقه 60 به بعد آروم آروم روند بازی تغییر کرد و به نفع شمسازا داشت پیش میرفت تا جایی که دقیقه 82 فکر می کنم بود شمس تونست گل بزنه و فقط یک دقیقه و 30 ثانیه حدود دو دقیقه بعد تونست گل دوم رو هم به ثمر برسونه اشتباهات مهلکی که خط دفاعی استقلال به ویژه چشمی و سلیمی مرتکب می شدن و جای خالی سیلوا به شدت احساس می شد. اینکه چرا سیلوا بازی نمیکنه هنوز دقیق مشخص نیست اما گفته میشه که به خاطر مسائل انضباطیه اما اونقدر مسائل انضباطی اهمیت داره که تیم بخواد لطمه ببینه استراخ تحت فشار شدید تو اواخر نیمه دوم قرار گرفت و اشتباهات فاجعه باری رو کسایی مثل سلیمی و چشمی از خودشون به نمایش گذاشتن چشمی خب بهترین یکی از بهترین هافک دفاعی ایرانه اما میتونه مقام دفاع وایسته و سلیمی هم خب مدافع جوونیه اما اونم خیلی پر اشتباهه و هنوز تجربه کافی برای این زمان از فصل رو احتمالا نداره و کاش سیلوا رو میذاشت اگه سیلوا رو میذاشت احتمالا موفق تر بود و دوتا تا گل رو دریافت نمیکرد این دوتا گل برای استقلال خیلی مهم بود الان تفاضل گل استقلال و پرسپولیس برابر شده پرسپولیس هم 3-0 بود استقلال 3-2 برد استقلال هنوز بهتنید. هنوزم خط حمله بهتری از پرسپولیس داره اما عجیبه اون طوری که به نکونام میگن تیم تدافعی بازی میکنه بهترین خط دفاع برای پرسپولیس شده و استقلال شده دومین خط دفاع لیگ و یک گل بیشتر دریافت کرده البته تغییر تاکتیک استقلال هم میتونه تاثیرگذار باشه تو این روند اما استقلال یه رکورد عجیبه یه رکورد جالب از خودش به جا گذاشت توی این بازی اونا مقابل 46 تیم لیگ برتری قرار گرفتن تا حالا توی تاریخ لیگ برتر و همه تونستن حداقل یک بار شکست بدن همین شمسازر هم فقط مونده بود که بازی رفت رو نتونسته بودن ببرند و الان تونستن پیروز بشن و حالا این رکورد رو از خودشون به جا گذاشتن در مورد پرسپولیس بریم صحبت بکنیم پرسپولیس یه نمایش خیلی خوب از خودش نشون داد و تونست صنعت نفت آبادان رو تو خود آبادان سه بر صفر ببره صنعت نفت هم بد بازی نمیکرد شاید بد شانس بود و حتی کم تجربه شاید اونقدر نتونستن از موقعیتشون استفاده بکنن با اینکه موقعیت های بدی هم ایجاد نکردن و میتونستن احتمالا یه گل حداقل بزنن به پرسپولیس مخصوصا یه گل به یه دونه شوت به تیرک هم داشتن که با بد شانسی البته به شده به تیرک خورد و شاید میتونست گل بشه و پرسپولیس هم چند تا رکورد از خودش به جا گذاشته اولش این که محمد حسین کنانی زادگان صدومین, صدومین بازی خودش رو برای پرسپولیس انجام داد از اون طرف دروازهبانشون آقای رفیعی تونسته چهار کلینشیت رو تو اولین حضورش در دروازه پرسپولیس تو لیگ برتر از خودش به جا بذاره و این شده بهترین عمل کرد یک دروازبان در چاربازی بازی ابتدایی خودش در تاریخ لیگ برتر و این فوقالعاده است و این نشون میده که انگار یک اوقاب جدید یک دروازبان مطمئن جدید برای پرسپولیس متولد شده و میتونه در آینده خیلی به کار پرسپولیس بیاد و شاید دیگه نیاز به دروازبان ذخیره خاص یا مثلا دوازدهم شماره یک در صورت جدایی بیرانوند برای پرسپولیس نباشه و این تیم داره خوب از خوب نشون میده و پرسپولیس یکی از بهترین تیم های نیم فصل دوم ماست بیا که در مورد مسیر قهرمانی استقلال و پرسپولیس با, با همدیگه صحبت بکنیم مثلا شش تا بازی پیش رو داره و تیم های خیلی سختی مقابلش نیستن شاید سخت تقابلی که احتمالاً داره مقابل زباهن و تراکتوره و بقیه بازی ها شندان سخت نیستن و یقه استقلال رو فکر نمی به همین راحتی بگیره اما پرسپولیس از اون ور ماجرا سه تا بازی سخت داره یکی مقابل سپاهان یکی مقابل مصر رفسنجان که یکی های آماده اینجای فصله و یکی هم تیم شمسازر قزوین که حالا شمسازر یک مقدار حالا ضعیفتر از این فصل اول شده اما بازم رقیب خوبیه و رقیب قدرتمندیه ممکنه بتونه باعث لغزش پرسپولیس بشه و پرسپولیس برای قهرمانی کار سختری رو داشته باشه تا الان استقلال مسیر راحت داره استقلال میگفتن ممکنه مقابل آلمینیو مثلا امتیاز از دست بده یا مقابل شمس رو هم امتیاز از دست بده و بازی سختی رو براش در نظر میگرفتن این دوتا بازی رو اما استقلال نشون داد که نه از نیست و تونست هم شمسازه رو ببره هم آلومینیوم رو ببره و حالا تراکتور یا قرار مقابل خودش ببینه که تراکتور هم تو یک افت شدیدی قرار گرفته بازیشو داره میبازه سرمربی خودش جدا شده و حالا دارن مذاکره میکنن با سرمربیای مختلف و یک زمانی ولزی مثل اینکه که باش توافق کردن اما خب به خاطر درگیریایی که مثلا تو همین بازی قبلشون ایجاد شد و دنبال بازیکن میدویدن هوادار میخواستن کتکشون بزنن اون شعارهایی که تو ورزشگاه علیه مربی بازیکنان داده میشد یه مقدار مشکوکه که بخواد بیاد به ایران برای سرمربیگری تراکتور یا نیاد در کل استقلال اگر تراکتور و زباهند رو ببره به احتمال خیلی زیاد قهرمانی این فصل رو به نام خودش ثبت میکنه البته استقلال مقابل تیمای متوسط رو پایین هم ممکنه امتیاز از دست بده اما پرسپولیس به هر حال مسیر سختری رو داره مخصوصا سپاهان سپاهان با انگیزه خیلی زیاد مقابل پرسپولیس احتمالا قرار بگیره و تمام تلاشش رو بکنه که این بازی رو پیروز بشه نظر شما چیه تو این شش بازی باقی مونده لیگ برتر استقلال شانس بیشتری برای قهرمانی داره یا سپاهان و یا استقلال و به نظرتون قهرمان جام حذفی کیه پرسپولیس تو جام حذفی شاید مسیر راحتتری برای قهرمانی داشته باشه اونا تو بازی بعدی خودشون آلمینیوم رو در پیش رو دارن و بازی خیلی سخت تری نسبتا ندارم فقط سپاهانی که احتمالا رقیب مستقیم پرسپولیس در بازی های آینده باشه نیمه نهایی فینال بنابراین با ببینیم که رقابت های جام حذفی مونم به چه صورت پیش میره به نظرتون تو جام حذفی که قهرمان میشه شانس اول که خب پرسپولیسه ولی سپاهان هم بد بازی نمیکنه